السلام علیکم شاگردای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین و روزها را به خوبی و خوشی در کنار خانواده هایتان سپری کنین. شاگردای عزیز، امروز درس ما هست ریاضی صنف دوم. موضوع درس ما هست تکمیل یا ترتیب چی است؟ اعداد از 1 الی 100. شاگردای عزیز، یک جدول داریم، اعداد نوشته هست، اما این ما چی میکنیم به همکاری یک دیگر؟ این تکمیل میکنیم. ببینیم، از اول شروع میکنیم. 1، 2. بعد از 2 شاگردها چی میاید؟ بگوین. 3. بعد از 3 کدام عدد است؟ 4. پشت 4 یا بعد از 4 کدام عدد می آیم؟ 5. بله، آفرین. پشت 5 کدام عدد؟ 6. بعد از 6 7. ببینید، بعد از 7 اگر ما غلط حل می کردیم پس چی می شد؟ اینجا بر ما اشتباه نشان میداد، اما میبینیم که اعداد منظم ترتیب دادیم که بعد از 7 8 آمده. خود جدول بعض اعداد داره، زمانی که ما غلط کنیم اینجا بر ما چی میشه؟ اشتباه مبرایه یا غلط مبرایه، اما زمانی که ما منظم اعداد نوشته کنیم چی میشه؟ اینجا اعدادی که نوشته هست اونجا بر ما درست نشان میدن یا درست مبرایه. بعد از عدد 8 چی می آید؟ 9. بعد از عدد 9 فکر کنی شاگردا چند است بعد از 9؟ آفرین، بعد از عدد 9 عدد 10 است. بله شاگردای عزیز، حالا دیگه چی است؟ بعد از 10 کدام عدد است؟ فکر کنین. بله آفرین، عدد 11 است. بعد از عدد 11 کدام عدد می باشد؟ چند است بگوییم؟ بله عدد 12. بعد از عدد 12 فکر کنین، آفرین. بله عدد 13. بعد از عدد 13 14. دیدیم که 14 خودش درست بر آمد، چون اعدادی که در جدول ذکر است نوشته شده بعد از او یا قبل از او را که ما عدد ترتیب میدیم خود به خود او عدد چی میشه؟ درست میبرایه. اگر ما اشتباهاً این جدول غلط خانه پوری کنیم این عدد هم چی میشه؟ مثلا ببینید، اینجا 12 نوشته کنیم، بعد از 12 14 میبرایه. طبعا میفهمیم که این عدد چی کردیم؟ ما غلط نوشته کردیم. اما حالا 11 12 13 14 دیدیم که اعداد ما چی است؟ درست است. بله آفرین شاگردای عزیز. بعد از عدد 14 کدام عدد می آید؟ 15. می بینیم که عدد 15 در بین کدام عدد قرار داره؟ بین عدد 14 و 16. قبل بین عدد 14 و 16 کدام عدد قرار داره؟ بله آفرین، عدد 15 قرار داره. بعد از عدد 15 16 خودش نوشته هست. بعد از عدد 16 کدام عدد است؟ 17. بعد از عدد 17 کدام عدد است؟ 18. بله آفرین، بعد از عدد 18 19. بعد از عدد 19 کدام عدد شاگردای عزیز؟ فکر کنید. بله عدد 20. حالا فهمیدین شاگردا دو ستونش که ما از این جدول نوشته کردیم حل کردیم یا اعداد به ترتیب نوشته کردیم؟ ببینید کلش منظم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بعد از 20 کدام عدد است؟ 21. عدد بعد از عدد 21 22 که خودش نوشته است درست است، اما بعد از 22 23.
ببینین شاگردای عزیز، 22 در بین کدام عدد است؟ بین عدد 21 و 23 قرار داره. بعد از 23 چی میایه کدام عدد؟ 24. بعد از 24 25. بعد از 25 کدام عدد است؟ 26. آفرین شاگردای عزیز، ببینین بعد از 26 کدام عدد است؟ 27. بعد از 27 28. بعد از 28 29. حالا دیدین شاگردای عزیز، بعد از 29 کدام عدد است؟ 30. بعد از 30 کدام عدد می آید؟ 31. بعد از 31 32. بعد از 32 کدام عدد است؟ 33. بله آفرین. بعد از 33 34. میبینین شاگردای عزیز، 33 در بین کدام عدد قرار داره؟ بین عدد 32 و 34 که عدد 33 قرار داره. بعد از 34 کدام عدد می آید؟ 35. بعد از 35 36. بله آفرین شاگردای عزیز، شما هم به همین شکل میتونین اعداد ترتیب کنین. پشت 36 37 که خود عدد نوشته است. بعد از 37 کدام است؟ 38. بعد از 38 39. بعد از 39 40. بعد از 40 کدام عدد؟ 41. بعد از 41 کدام عدد؟ 42. بعد از 42 43. بله آفرین شاگردای عزیز، شما هم به همین شکل ترتیب کنین اعداد. بعد از 43 44. بعد از 44 45. بعد از 45 46. 46 خودش نوشته هست. حالا ببین شاگردان، بین 47 و 49 کدام عدد قرار داره؟ فکر کنیم. بله آفرین، چند قرار داره؟ 48. بعد از 48 49. بعد از 49 50. ببینین شاگردان، از 1 تا 50 ما عدد ترتیب دادیم. ببینین کل منظم تمامش با عدادی که در بین جدول نوشته بود تمامش چی شد؟ منظم آمد. حالا بعد از 50 51. بعد از 51 52. بعد از 52 53. حالا ببینید بین 53 و 55 کدام عدد قرار داره که در بین از یا می آیم. بله شاگردای عزیز، 54 عدد 54 قرار داره بین 53 و 55. بعد از 55 کدام عدد می آید؟ 56. بعد از 56 57. بعد از 57 58. بعد از 58 59. بعد از 59 60. ببینی تا 60 ما چی کردیم؟ اعداد به ترتیب نوشته کردیم. حالا میبینیم بعد از 60 چند میایه؟ 61. پشت 61 62. ببینین در جدول خود عدد نوشته هست. 62 63. بعد از 62 چند میایه؟ 63. پشت 63 64. بعد از 64 65. بعد از 65 66. بعد از 66 67. بعد از 67 68. حالا ببینین دیدین شاگردان، منظم خودش خود به خود خود عدد با ای عدد چی شد؟ منظم آمد که قبل از 69 کدام عدد؟ 68. و بعد از 68 عدد 69. بعد 69 چند می آید؟ 70. 69 در بین کدام دو عدد قرار داره؟ بین 68 و 70. بعد از 70 چند می آید؟ 71. بعد از 71 72. بعد از 72 73. بعد از 73 74 75. خودش در جدول چی است؟ نوشته است یا درج است. بعد از این
75 بعد از 75 چند میایه؟ 76. بعد از 76 77. بعد از 77 78. بعد از 78 79 80. ببینید شاگردان چقدر منظم با ترتیب اعداد نوشته کردیم. اعدادی که با در جدول نوشته بود یا درج بود، ببینید چقدر با این اعدادی که ما نوشته کردیم مطابقت داشت. ببینید 68 69 54 55 32 33 36 37 46 47. ببینید چقدر مطابقت کرد، چون ما اعداد درست با ترتیب نوشته کردیم. بعد از 80 81، بعد از 81 82، بعد از 82 کدام عدد می آید؟ 83، بعد از 83 84، بعد از 84 کدام عدد است؟ 85. بله، بعد از 85 86 خودش در جدول نوشته است، اما ما بعد از این عدد می بینیم که کدام عدد می آید. 86 87 88 89، بعد از 89 90. بعد از 90 کدام عدد است؟ 91 92 93 93 94 95. بعد از 95 96. بعد از 96 97. بعد از 97 ببینین خود عدد نوشته است. حالا عدد بین 97 تا 100 کدام عدد نوشته است؟ ببینین 99. حالا فهمیدین شاگردا اعداد از 1 تا 100 ما چی کردیم؟ به ترتیب نوشته کردیم. حالا شاگردا میبینیم از 1 تا 9 ببینین اعداد ما یک یک دانه است. یعنی مقصد چیست؟ که عداد ما یک رقمی است. یک یک دانه است. ببین اگر یک آمه است یک دانه است. اگر دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. میبینید تمامش چی است؟ یک یک دانه است. مقصدش یعنی عدادش یک رقمی است. به این فکر نباشین شاگردا عداد یک رقمی مثلا نوی ما یک دانه باشه، یک چیز باشه. نه، شکلش، قوارش چی است؟ یک رقم است. بعد از 9 عدد ده میایه. عدد ده ما چند دانه است؟ دو دو دانه. ببینید 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تمامش چی است؟ دو رقمی است. پس از 1 تا 9 یک رقمی است. از 10 تا 99 ببینید دو دانه است. شکلش دو دانه است، یعنی دو رقمی است. اما 100 ما را میبینیم چند دانه است؟ یک، دو، سه. چند رقمی شد شاگردای عزیز صد ما؟ سه رقمی. آفرین شاگردای عزیز. حالا شما فهمیدین که عدد یک رقمی چند دانه است، عدد دو رقمی چند دانه است و عدد سه رقمی. شما هم میتونین از این زیادترش هم مثلا عدد چهار رقمی، پنج رقمی، شش رقمی رو شما هم میتونین دریافت کنین، یا زمانی که یک عدد میبینین عاجل حساب میکنین میفهمین که این چند رقمی. شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. همه ایتانا به خداوند یکتا مسپارم. روز خوب و خوش داشته باشید.